محمد جواد ظریف از جمهوری اسلامی به عنوان وارث تمدن ایران باستان نام برده و گفته که این رژیم استراتژی خود را بر مبنای توصیه خارجی ها و آمریکایی ها تدوین نمی کنه. اما آیا این حکومت ایران ستیز رو میشه وارث تمدن ایران باستان دونست؟ در حالی که جمهوری اسلامی با سختترین روزهای تاریخش روبرو شده و مردم ایران در آستانه در آغوش گرفتن آزادی قرار دارند این سخنان وزیر پروپاگاندا را چگونه میتوان تحلیل کرد میراثدار تمدن ایران باستان آیا جمهوری اسلامی میراثدار تمدن ایران باستانه آیا اینها فرزندان خودشون رو فرزندان کوروش و کاوه و آرش و دیاکو و اردشیر بابکان و رستم فرخزاد میدانند مردم ایران تمام بینندگان گمان کنم پاسخشون هست که نه اینها نه تنها خودشون رو میراستار ایران باستان نمیدونند که اصولا دشمنی دارند با ایران باستان و حتی دوره تاریخی ایران که بهش میگن دوران باستانی که با حمله اعراب به پایان رسید اینها سقوط اون ایران باستان رو جشن میگیرند و اصلا میگن که بهترین اتفاق بود که میتونست بیفته و خوشحال هستن که اعراب در 1400 سال پیش به ایران حمله کردند و ایران رو اشغال کردند نگاه کنید اینها واقعیت اینه که خودشون و فرزندان حکامنشین و میلاستاران حکامنشیان حساب نمیکنن ولی میراستاران بنی هاشم چرا؟ چون دنیا رو اصولا به یک شکل خاصی میبینن خیال میکنن هنوز دوران بنی هاشم وجود داره بنی سفیان ابو سفیان وجود داره و اینها مثلا عربستان سعودی فرزندان اومویان هستن و این با اینها با هاشمیان درگیر هستن و اصلا در یک دنیای دیگه زندگی میکنن خود آقای ظریفی هم چی باوری داره نه چون خودش در کتاب سفیر میگه ما بدون اهداف انقلابیمان وجود خارجی نداریم حد اکثر به کشوری مانند پاکستان تبدیل میشویم. آنچه که ما را از دیگر کشورها متمایز کرده همان بچسگی اهداف انقلابیمان است یعنی خود ظریفم باور نداره ایران رو بدون این اهداف انقلابیش حد اکثر در بهترین حالت در سطح یک کشور 80 سالی پاکستان میدونه چرا دروغ میگه چرا دروغ میگه برای اینکه ناسیونالیسم ایرانی رو به شکلی ازش سو استفاده کنه برای پیشبرد اهداف ضد ایرانیش از یک سو و سوی دیگر به جهانیان میگه آقا ما متمدنیم ریشه ما میخوره به همون دوران ایران باستان چون بالاخره یه ارج قربی داره ایران باستان در نزد از اون جهانیان گزار جمهوری اسلامی با اولین چیزی که مخالفت کرد عید نوروز بود تو چهل سال چقدر تلاش کردن که عید نوروز رو حس کنن چهارشنبه سوری رو چه, چه بلایی سرش آوردن میخواین جدیدتر بگم سه روز پیش بزرگداشت سعدی کسی که شعرش سردر سازمان ملل متحد نوشته شده مقبرش بسته میشه که مردم نرم ما در این چهر سال یک در ما در از... این چهر سال یک همایش یک کارناوال یک مراسم بین المللی نداشتیم برای شخصیت ها و مشاهیر ایرانی مثلا فردوسی در رابطه با مولوی در ترکیه برگزار میشه نظامی گنجوی که الان جمهوری آذربایجان با یونسکو جنگ میگه اصلا این تصاحب کرده رو ترجمه کرده اصلا میگن ایرانی نیست بگذاریم کلیسه های ایران رو ببینین آقای ظریف میاد برای نوتام زودی تصریح میگه یه حرکت پروپاگاندایی میکنه ولی قره کلیسا در آذربایجان بریم وضعیتش رو ببینین که بسیار قدیمیتر و بسیار هم جذاب هست برای جهانگردها کلیسای مال کلیسای مسیح در جولفا کنیسه های ایرانی که قدیمی هستن های مادر که در یوسف آباد تهران هست مسجد شاه در اصفهان و در تهران ببین وضعیتش بریم ببینین ببین. کجا اینا اومدن بودجه بذارن برای تاق کسرا معبد آن تا در کرماشا برین کتیبه داروش رو ببینین که با لیزر بعد از انقلاب اسلامی میزدن که اون نگارش کتیبه داریوش از بین بره اثراتش هم هست این برخوردی بوده که این حکومت در این چهل سال با ایرانیت کرده و همواره خاص دیانت رو در برابر ایرانیت قرار بده و تمام حکومت های توتالیتر همیشه از یک ایدئولوژی یک دستاویز استفاده کردن الان هم رو ناسیونالیسم من میگم دستاویزشون نیست رو شوونیزمه یعنی میخوان بیان یه نوع مل... چرا در استادیومی که این همه کنترل میشه پانتورک ها میان مثلا یهوی خلیج فارس رو به یه نام دیگه که به میل خلیج به میل عربستانه میگن ولی شما هیچ وقت نمیدونین تصویر مثلا خامنه ای رو بیارن اونجا همه اینها گویای حرفه در نتیجه این های حکومتی برای منافع خودش شما که اطلاع ندارید در شیراز یک کنفرانس بزرگ در روز 21 اپریل درست شد به نام کنگره یا کنفرانس و چیز جشن تولد سعدی شیرازی بوده و البته تعریف شما از تمدن فرق میکنه با تعریف ما و شما در روک و بسکنده اعلام میکنید که شما با اسلام مخالف هستید مشکل دارید دا با اسلام شما با بنی هاشم هم مخالف هستید نه من گفتم ایشون نه نه من گفتم ایشون دانشون اون میدونن مخالفت نه کشورهای معاند ایران مثل اسرائیل و عربستان سعودی و امریکا و کارشناس های خودشون همیشه در تلویزیون با ما میاد مناظره میکنن اعتراف میکنن که در این چهل سال جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده تا مرزهای خود به همون امپراتوری باستانی ایران قدیمی برساند اونا در این میکنن شما اینو قرارداد اگر شما به علت خود باختگی خودتون نسبت به غرب این موفقیت کشورتون نمیبینید این مشکل خودتونه این مشکل خودتونه ای أما تعارض البتة إيرانيها حتى بإسلام خدمات فراواني تقديم كذا إيرانيها وإنه اعتراف مكوني مقبول داري وما أصلاً شما متأسفانة بهوية إيراني ممكن خوب بلدني جداً ها اعتقاد نداري بهوية إيراني ما اعتقاد من اتفاقاً اعتقاد من شخصان وديگران أم سالمان بهوية إيراني برمي ريشش ريشاش بإسلامه شون در إسلام در قرآن آياتي دارين، روایاتی رواياتي، أحاديثي که كي إيرانيها در آخر الزمان برتری دارن أصلاً برترد عن، وصدر صد و أمثال مسئولین مسؤولين الجمهورية الإسلامية إيران، إن الروايات رديداً لو كان العلم في الثریه أجر علم در ستاريسهال وجود دارد لناله رجال من قوم فارس. از قوم فارس از ایرانی ها؟ ببینید این که رژیم ایران نمیتونه خودش وارث تمدن ایران باستان بدونه قاعدتا احتیاج به اثبات نداره هم شما میدونید هم مردم ایران میدونن اتفاقا خود شما تو سوالتون جواب رو دادید در این حال گفتید چگونه این که رژیم ایران ستیز میتونه به صلاح وارث باشه این در واقع خب نمیتونه باشه گیرم آقای زریف یه لافی زده چهل سال میزنن آقای زریف هم تنها نیست و نمیدونم مطابق چرا اصلا حرفش رو جدی گرفت من میخوام از یه زاوی دیگه به بحث شما نگاه بکنم من میخوام بگم که اولا اگر پاسخ مسئله داده شده از قبل خب چه نیازی اصلا به طرح مسئله است من نگرانیم از اینی که ما حتی وقتی که از ایران باستان حرف میزنیم گویا با یک واقعیت یک دست رو به رو هستیم ببینید این واقعیت ایران باستان واقعیت تاریخی استوری که نیستش که یک دست هم نبوده ایران باستان دست کم 250 سالش بعد از به صلاح حمله اسکندر و انحلال امپراتوری هخامنشی دست مقدونیان و یونانیان بوده تو این تاریخ باستان 470 سالش دست ساسانیان بوده که معبدان زرتشتیش مثل آخوندهای حالا دمار از به صلاح دهخان و مردم ایران در می به طوری که شور مقاومت رو در مقابل حمله عرب از اونها گرفتن بعد از حمله عرب پانزده تا سلسله در ایران وجود داشت آخریش هم که همین حکومت ملاهاست توش تیموریان هست صفویان هست قاجارها هستن ایلخانیان هستن اینها خیلی به صلاح درخشش و تابناکی دوره گذشته من میخوام بگم که همونقدر که نباید از گذشته کاری که اسلام گرایان بنیاد گراها میکنن یک گذشته تلایی و تابناک ساخت غیر اسلام بنیاد گرایی غیر اسلامی هم کار نیکویی نیست کارش به, صلاح به استبداد میکشه جمله رو تموم میکنم آینده رو با رجعت به یک گذشته یا اساطیری نمیسازن راه, گز... راه ساختن آینده در واقع حل مشکلات امروزه گذشته قلم روی مردگانه همونطور که هیچ مرده ای رو نمیشه زنده کرد با نوستالژی و احیای قبرستان گذشته نمیشه آینده رو ساخت البته حتی اسکندر و مقدونیان اسکندر ثبت شده توسط مورخان باستان که عاشق فرهنگ و تمدن ایران باستان بودن اسکندر صد حتی صد بودن بله و اصلا و اصلا علاقه داشتن به, طرز فرهنگ ایران یا غذا خوردن ایران لباس پوشیدن ایران یا این که آقای نجاح میگه که نمیدونم ایران 1400 سال است خب احمد خاتمی هم همینو میگه اینا ایرانو از ایران اسلامی میدونن یا میگن گفتم یا اینکه اسرائیل رو گفتید کشور مانند اسرائیل اسرائیل در هر شهرش او کروش به نام کوروش داره اجازه بدید آقای نجف منتها فلسطینی که بودشو. شما اجازه بدید آقای نجف منتها فلسطینی که شما سنگش رو به سینه می‌زنید مجسمه صدام حسین نصب می‌کنه در شهرهای خودش ببینید جمهوری اسلامی دشمن هویت ایرانی در روز بزرگداشت کوروش پاسارگاد رو می‌بنده تاق کسرا در آستانه نابودی بهش توجه نمی‌کنه تخت جمشید همینطور سرود ملی و میهنی ایران پخش نمیشه ابراهیم یزدی اومده به گفته ما اومدیم که تمدن 2500 ساله ایران رو نابود بکنیم خمینی که دشمنیش با ایرانگرایی مش بودش. ببینید انقدر مصادیق زیاده که واقعا نمیشه اسم بود مسئله سوء استفاده جمهوری اسلامی سوء استفاده جمهوری اصلا توهین نکنید آقای نجا اجازه توهین ندارید اجازه توهین ندارید من اصلا بهتون اجازه نمیدم سوء استفاده جمهوری اسلامی از ملیگرایی و از عشق مردم ایران به میهن خودشون هستش ایدئولوژی اسلامی و دینی جمهوری اسلامی این رژیم شکست خورده الان با تحریک احساسات ملیگرایی ایرانیان به دنبال پیشبرد ایدئولوژی ورشکسته خودش هستش